انگلیسی نو انگلیسی آکی خوبه خب شکر مواقعی پسکر رو بیرم من نمیدونستم اینی چالش دعوت میکنم نمی کشی پایین یه صفتی حالاسی با منی مارک من فقط فارسی حرف میزنم فقط فارسی انگلیسی نو انگلیش آکی خوبه سلام بچه ها خونه مارک عزیز هستیم یه رفیق مشتی و اومدیم از اتفاقی باش آشنا شدیم دوست شدیم الان و وقتی اومدیم وارد خونه شدیم کاملا سورپرایز شدیم اصلا فکر نمی کردم گفت من دارم فارسی یاد میگیرم و مدتی دوست دارم هم دیگر ببینیم و من تمام قرارامو کنسل کردم که فقط مارکو ببینمش که اصلا برام عجیب بود یه کسی که از بوداپست مجارستانیه کاملا اصالتاً یه مهندسه وقتی اومدیم تو خونه سورپرایز شدیم رو در ورودی بیانجا ببین خودش اینا رو نوشته مارک وای بالا پایین برای مهمونایی که میان خونهش فارسی نوشته بالا پایین اینجا رو نگاه کنید رو اجاق گاز اینا مال خیلی وقت پیش اون چند سال پیش نوشته عکس اجاق گاز کشیده نوشته اجاق گاز بیاین تو اتاق چیکار می‌کنید بیاین اینجا عکس کمد کشیده بالا بود یه چیزی لیوینگ روم بود اینجا نوشته کمد خودش دستخط خب ناموسن دستخط مارک از من بهتره تو فارسی اینجا دوچرخه رو کشیده بیا اینجا دوچرخه رو نوشته خیلی خوب نوشته و حتی میدونه که باید اینا رو قبلا نوشته الان میدونه که باید نقطه ها رو اینطوری بذاره خیلی عالیه اینجا هم قفسه کتاب نوشته و خیلی خوبه و فارسی یاد گرفته فارسی بلده علاقه داره شخصیت خیلی دیپی داره فیلم های ایرانی رو داره الان میخوام بارس Can you take a seat? I want to talk to you. Mm-hmm. Yeah. هرچی ما جلوتر رفتیم مارک من بیشتر متعجب شدم غیر از این استیکرها و فارسی که دو یاد میگیره فیلم هایی که دیده فارسی مارک فیلم مورد علاقه که دوست داری چیه؟ فکر میکنم که خب لاکی قرمز لاکی قرمز وای چه فیلمیه خیلی دوستش داری لاکی قرمز دیپه لاکی قرمز رو خیلی دوست داره و خیلی ایموشنال خیلی توضیح داد به ما قبلش و دیتیلش رو کامل ببین فریم به فریم فیلم لاکی قرمز رو برای ما تحلیل کرد و گفت اینجا اینطوری شد یعنی مارک نگاهش اینو میخوام بهتون بگم من فیلم لاک قرمز رو دیدم فیلم واقعا زیباییه نگاه مارک نسبت به فیلم لاک قرمز فیلم جدایی نادر از سیمینم دیدی دوستش داری حالا بعدش صحبت میکنی نگاه مارک به عنوان یک کسی دیگه به فیلم لاک قرمز کامل متفاوت بود نسبت به نگاه منی که از داخل به لاک قرمز نگاه کردم خیلی دوست داشتم دوتا نگاه مختلف یعنی مارک فیلم لاکی قرمز رو فریم به فریم فاکس کرده بود یعنی با قلبش این فیلم رو دیده بود من این فیلم مثلا دوستش داشتم برام دیپ بود اینا فیلم رو دیدم مثلا تاثیر گذارم روش خاموشش کردم رفتم مارک میگه این من فیلم رو هر سکانس رو بعضی وقت 12 بار دیدم غیر از اینکه به خاطر فارسی به خاطر اینکه درکش کنم خیلی خفن بود شخصیت که دوست داری توی جدایی نادر از سیمین کی هست؟ اسمشو نمیدونی شهاب حسینی رو میگه ولی شوهر زن سیمین نه جوهر اون زنه شوهر اون زن مستخدمه که باردار بود آره شهاب حسینی رو میگه خیلی نقشش رو دوست داشته واقعا بی‌نظیر بود تو جدایی نادر از سیمین بعدش منم چند تا فیلم دیگه بهش معرفی کردم که بره ببینه ببین واقعا شهاب حسینی چه حرکتی زد چه فیلمی زد حالا بگذاریم از فیلم ها چون میگه مثلا فیلم ها رو که دیدم خیلی تاثیر گذاشت یه کردم با فیلم ها خود منم طوری بوده و خیلی عالی بوده و اصلا مارک قلب منو تاچ کرد این صحبتاش این نگاهش این اصلا خیلی قشنگه این نگاهی طوری اینا رو بذار کنار یه سورپرایز اینجا داریم نو فرست اباوت دت اول اون کتاب خود این کتاب بیا اینجا نزدیک ببین اینجا مارکه اسم مارک اینجا نوشته شده کتابی که خودش نوشته
اول کتاب ببین چیه؟ به زبان مجارستانیه. اینا میتونید بخونید؟ این کیه؟ گیلگمیش اولش نوشته به زبان فرانسوی و این در مورد اومده در مورد شوش، در مورد شخصیت خودش نوشته، اینم دوستش دیزاین کرده، در مورد شوش اومده گفته اون لایه‌هایی که برداشت کردن، در مورد شخصیت‌ها و اتفاقاتی که افتاده و این داستان. کتاب خودشه، من خیلی دوست دارم این کتابو بخونمش، ولی متاسفانه ترجمه انگلیسی فارسی نداره. مارک برای خودش اینو نوشته، امیدوارم یک روزی این کتابو ترجمه کنی مارک و من یک کتاب بگیرم. و من قراره یک کتاب از هزار و یک شب و براش بگم از بچه ها بیارن، پست کنم از ایتالیا، کادو بدم به مارک، یه هدیه کوچیکه. یه چیز خیلی جالبیه در مورد این کتابه، میتونید حدس بزنید چیه؟ فکر کنم نوشته بالاش شاهنامه فردوسی. حالا چه داستانی پشت این کتابه؟ داستان اینه که مارک مثلا به خانوادهش گفته روز کریسمس و اینا مثلا میگه کادوهایی نمیدین به هم دیگه که خیلی این باشه به دردمون نخوره. به مامانش گفته مامان اگه خواستی کادو بمیدی به من همون روز مثلا قبل عید رفته و اینا پیش مامانش، فلان کتابو من دوست دارم، خیلی دوست دارم، اونو برام بخر. گفته من این کتابو برات نمیخرم. بهش گفته شاهنامه برام بخر، من خیلی دوست دارم تو فارسی. گفته چرا برام نمیخری؟ گفت مامانم دست کرد تو قفسه کتابو، این شاهنامه رو در آورد به من داد. گفته من اینو خیلی وقت دارمش، به زبان مجارستانی شاهنامهش. ببینید تاریخش مال کیه مارک، تاریخو ببینید 1975. از من این کتاب قدیمی تره، به زبان مجارستانی ترجمه شده. I really appreciate در این کتاب این صفحه رو ببینید. اگه میشناسین و میدونید چیه بیاین بنویسین. وای خب حالا مارک یه چیزی فارسی به ما بگو که دوست داری، یک چیز فارسی به هم بگو، فارسی حرف بزنی. فارسی هم فارسی. آره یه چیزی که دوست داری، خودت چیزی که دوست داری. چیزی دیگه دوست دارم. آره تو فارسی جمله ای کلمه ای که دوست داری. آها سوال سختیه. کلمه که دوست داری چیه؟ میدونی تا حالا بهش فکر کردی؟ آها بگو. این شوخی. اوکی یه کلمه در زبون فارسی، به زبون فارسی خیلی دوست دارم. این به انگلیسی امو. امو امو آنکل امو. نه حیوان. امو میدونی چیست؟ امو ماننده حیوان. حیوان انیمال یعنی حیوان. امو 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 نمیدونم مارد. نمیدونی؟ امو امو ماننده یه پرنده. تو میدونی سینا؟ امو نمیدونم. یه پرنده از استرالیا. ایتیز نمیدونی؟ نه این فارسیه. این فارسیه. امو بله. فارسیه. امو فارسیه. بذار من گوشیمو بیارم. نه میخوام سرش کنم. به زبان فارسی خب شطر مرغ استرالیایی. من خیلی دوست دارم. ولی شطور مرغ میدونی؟ آره شطور مرغ آره، ولی من امو نمیدونستم. شما میدونستم؟ من نمیدونستم مارک که امو شطور مرغ هست. رو من خجالت کشیدم من اینجا. خب دیگه ولی شطور مرغ آره شطور مرغ آره میشناسیم. آره دیگه برای من این خیلی شوخه. امو شطور مرغ گرفتم. آره اوکیه شطور مرغ. چرا اینو با هم دیگر حتی برای ما اینه چرا شطور و مرغ با هم دیگر اصلا هیچ دلیلی نداره که اینا با هم باشن. contradiction we don't know. نمیدونیم. خب دیگه emotional میدونیم. emotional احساسی حسی واقعا نمیدونم. واقعا نمیدونیم.
خیلی مهمه، ماچ باید بدونی خیلی سخت. چالنج به چم یه خب میتونم یه برای مثال میتونم یه کلمه یه مجاری مجارستانی یا مجاری یه دوتا شبیه اوکی مجاری میگیم مجاری یا مجارستانی تو فارسی میگیم ما اوکی مجاری مجارستانی یه کلمه مجاری به تو بگم خب آها داره منو به چالش دعوت میکنه میفهمی که تو فارسی چیه تو فارسی چیه داره میگه من کلمه کاملا مجارستانی بهت میگم تو فارسی تو بگو چیه اوکی اوکی اولین کلمه شاید این ساده نیست اوکی این آسان نیست ولی میتونم کمی کمک کنم کلمه مجاری جب شب نه اولین کلمه آسان ترینه کیچی میتونم هم کلمه ترکی بگی رو بگم آره ولی مجارستانی شاید بگو ترکی شم بگو داری؟ کیچی ما یه کلمه داریم کچی نه نیست نه کیچی کی یعنی کیچی هو یه کلمه فارسیه یه کلمه فارسی خیلی ساده خیلی ساده مارک ناموسن یه راه نمایی بکنسن کیچی تو میدونی؟ ایده ای ندارم کیچی مارک بر راه نمایی بکنسن بایسه یه راه نمایی لازم مارک چی؟ بذار بهت بگم اوکی. من لور هستم لور یک قوم در ایران یک قوم یک استان ما این کلمه رو در استانمون داریم ولی میدونم که منظور تو اون نیست که چی؟ means این اونجا میشه آنت امه ولی این نیست این چیزی دیگه نمیدونم کیچی ترکیشو میدونی؟ ترکی آره. کلمه ترکی کلمه ترکی کوچک کیچی نه سخته به فارسی واقعا نمیخونه آره کیچی مارک کیچی means داخل فارسی برای چی معنیش میشه کیچی برای چی به خاطر همین من گیج شدم خب کلمه بعدی بریم جلو ببینیم الان دومی کلمه اولی که نتونستی دومین کلمه مارک ترکیب ببره چه اتفاقی میفته ترکیب بازه چی پس شد بازنده باید آیس کریم بده مسابقه نیست او داره میگه سوال رو میپرسه من باید جواب بدم آبا تشخ باید بستنیه که آبا از بازنده بازی میگه هر کی به بازه بازنده باید بستنی بخره جلاتو بخره من میبازم اوکی دوست کن دومین کلمه اکوس کن جب و باید اضافه کنم که در زبان مجاری این چطور بگم صدا مانده میخوام بگم که جه نداریم در زبان مجاری نداریم جه مثلا جواد نداریم جواد یه اسمه جب همچنین میتونم ترکیشو بگیم خب بذار اول ترکیشو نگو جب این یه بخش یه لباس جب من گرفتم چه یه بخش زیب کوچک ولی مهم زیب نه مهمه میکشی پایین نه بگم دکمه زیب نیست نه جیبه یک در زبون ترکی این جب
جب یا جب شاید جبه جبه میشه عربی نه جبه عربیه جبه عربی عربیه جیبی جیب جیبی در فارسی در ترکی جب در مجری جب جب چه پاهار من اصلا نمیدونستم چقدر کامنت داریم و مشترک داریم سومی ببینیم چی میشه اکلیژیا اکلیژیا حروفی داره که در فارسی نیست مثلا مثل ج و ج یا همین اکلیژیا اکلیژیا نه این چیزی دیگه هیچ نیست اکلیژیا میتونم راه نمایی بکنیم میتونم هم کلمه ترکی بگم ولی این یک کمک خیلی بزرگه آها فکر میکنم که ترکیش خیلی به فارسیش نزدیکه یکی فارسی خب نه نگو لطفا اکلیژیا ترکیش رو نگو اکلیژیا یک چند ثانیه اکلیژیا تو میدونست اینا؟ من نه ایده ای ندارم چون یک کلمه ترکیبیه تو مجاری ترکیشو به یه احتمالا میفهمیم ولی طرف خوب بود اکلیژیا خیلی سخته این میتونی کم یا با هم دیگه کن تغییر کنی چند بخشی از این کلمه هایی که مجاریه که تلفیق شده احتمالا یک چرا پرونانسیشن و تلفیقش یکم سختش میکنه چون ما احتمالا همینو داریم و با شز یکم پرونانسیشنش فرق میکنه به خاطر همینه که ما الان ذهنمون عادت نداره که من اینو ببرم توی فارسی اکلیژیا نیست اکولوژی نه همچنین میخوام بگم که چطور بگم در فارسی کنسوننت واول آره واول چطور صدا دار بی صدا فکر میکنم که در این بار صدا دار بی صدا هست بی صدا مهمتره و بله ها رو داره میگه آره روی بی صدا تمرکز کنم دوباره میشه بگی کلمه رو اکلیژیا مارک خیلی من به چالش سنگینی دعوت کردم میتونم هم کمی آره راه نمایی بکن کمک کنی این یه ارتباطی رو آره ارتباطی داره با چی؟ با دین آه داره. اکلیژیا آه بخاطر همین سخته کلمه اینه اکلیژیا مارک سخته احتمالا به گوشم نخورده این کلمه ترکیشو بگو مطمئن نیستم ولی فکر میکنم که نه کلمه ترکی کلمه ایرانی نیست فرق میکنه همین کلمه آها ترکی و ایرانیش یکیه ترکی و مجاریش یکیه نه ترکی و فارسیش یکیه این ترکی رو بگه تمامه مارک نمیتونم بگو ببینم واقعا من همون چی شنیدم اکلیژیا میتونی تغییر کنی اکلیسیا نشنیدم به خاطر همین میگم این کلمه خیلی خاصه که تو میدونی چی میشه معنیش یا چه کاربردی داره کجاست دقیقا شاید دوازده هم شد اکلیسیا باید سرچش کنم احتمال کلمه خیلی تخصصی مذهبی دینی اونطوریه ببین مثلا ما نمیدونیم احیانا کلیسا منظورت نیست چرچ کلیسا میگه کلیسا اکلیسیا خب ببین الان نگاه کن مارک اکلش اضافه است اکلیسیا ال
چرا ال؟ این گیج میکنه. حتی اش فقط الف اولش کلیسا اکلیسا انگار شده اکلیسا. آر درست میگفت مارک، بگو بخش بخش کنم بخش بخش کنم اکلیس بخش میکردیم. آره گفتم شه و سه دیگه داری هنوز کلمه چیزه انگلیسه فکر میکنم که از فکر میکنم که این یه خوب ببینیم فکر میکنم که این یه مسئله یه کمی پیچیده. نه تخصصی متفاوته. اوکی متفاوته. کلمه مجازی خوب ببینیم. وزیر این آسان تر از اکلیجی هست. وزیر خیلی باحال بود. اصلا چقدر کامنت داریم، خیلی برام جالب بود. یه چیزی خیلی جالب با این کلمه داریم. خب وزیر همچنین یه چطور بگم، یه مانند در بازی شطرنج وزیر شاه، ولی اما در انگلیسی میگیم کوین. آره کینگ کوین. آره آره. در فارسی میگیم ملک شاه ملکه. نه توی شطرنج میپرسه تو شاه و وزیر. شاه و وزیر میگیم وزیر. آره تو فارسی. آره آن فکر کردم اون همچنین در مجاری میگیم شاه و وزیر. میگیم کلمه مجاری برای شاه کیرای مانند یه نفر نبود فوش بدی مارک وسط ویدیو حرف مهنده ویدیو رو بسته میدونی که معنی چی میشه. ببخشید بعد روش دادم بگم که اطلاعات بزنم. میتونیم اینو بیپ کنیم؟ آره صحبت کنیم. و جالب بود، ولی خیلی جالب بود. حالا بزن ما مارکو به چالش بکشیم. اوکی. یه سری واژه فارسی سخت بگیم ببینیم مارک میدونه یا نه. اصلا میدونه بلده. حالا ممکنه ما ندونیم واژه‌هایی که مرتبطه به مجارستانی مجاری. فکر می‌کنم که این خیلی مارک. خودت باور داشته باش مارک. و دست کم نگیر خودتو. ناموسن خیلی کامنه تو ایران. یعنی اگر رفتی تو ایران باید این کلمه رو بلد باشی. کدوم کلمه؟ ناموسن. آره ناموسن. ناموس is not translatable. دوست دخترت، مادرت، زنت، خواهرت تقریبا. اینا ناموس تو هستن. ناموسم. آره اینا ناموستن، یعنی برات مهمه. پروتکتشون میکنی، کسی نگاه بهشون نکنه، اذیتشون نکنه. غیرت داری بهشون. میدونی غیرت یعنی چی؟ غیرت ملک مونتیوی آدم غیرت. غیرت چیزی واقعا ترجمه نداره، چون اصلا نداریم تو خارج. نداریم ایرانی ها غیرتمند. این شبیه غیرت و غیرتمند یکی هست. غیرتمند کسیه که غیرت داره. مارک غیرتمنده. یعنی اگر کسی اومد به دوست دختر تو یا به خواهرت، به هر کسی، دوست دختر یا زن، تو پارش میکنی. با توجه شدی؟ به این میگن غیرت. یه کشیلی میخوابونی تو گوشش کفکرگی. اگر کسی به ناموس تو، ناموس که میدونی چیه دیگه، الان خواهر و دوست دختر اینا، یک متلکی گفت، اومد گفت که میتونم شمارتون رو داشته باشم مثلا تو خیابون، یک نفر به دوست دختر تو پیشنهاد شماره میده، تلفنش رو بگیره ازش. متوجه میشی؟ He wanted to take the number of your girlfriend or boyfriend. تو غیرتی میشی. Like a fire. What? You want it? Yeah. Okay. ناموس غیرت.
ناموس. ناموس فامیلی. اوکی. غیرت is a sensation. A feeling inside you about درباره ناموس. It's like a guard. اوکی. Yeah, okay. خیلی مهمه. و حالا ناموسن. ناموسن. آره. It means can you swear to your ناموس? Swear. Swear. You know, swear. Uh-huh. Yeah, because ناموس مقدس. آره سوگند بخورت ناموس. ناموسن! Are you kidding? Are you telling me the truth? Not you are like this. Okay, ناموسن. ناموسن! No, tell me like this. ناموسن! ناموسن! خیلی خوب برو! In Iran you should do it. ناموسن! راست میگی جواب! خب دیگه چیز اینا چی بزنید میرسه؟ آها! مارک تو آشپزخونه یه چیزی گفتی من خیلی دوست داشتم. گفتی حرف بد دوست نداری. اوکی. ولی یه فوش خیلی شسته رفته خوشگلی گفتی. یه حرف بدی زدی من دوست داشتم. یه حرف بد. یک جمله بد گفتی که من دوست داشتم. نه بد نه. گفتی که چی بهت گفته دوستت خیلی کسافت نمشه خیلی چیزی این خیلی قشنگه. نه نه به خدا بد نیست. قشنگه. به من اعتماد. داخل یه فیلم شنیدته. نه دیالوگ یه فیلم. آره چی بود؟ آه حرف تو نیست. چی بود؟ تو کسافت عوضی. مومنی بذاری بارد کنم. داخل فیلم دیالوگ. آقای کارگردان های اصغر فرهادی ناموسن این دیالوگا رو نذار تو فیلم. بیا مارک اومده به من میگه که صفحه دوست کارگردان عزیز مسئولی محترمی فوشی فیلتر کنید این سانسورات واقعا نداشت نمیشه قشنگ بود ولی مارک خیلی مؤدبه من سعی کردم حرفای بد یادش بدم ایرانی عزیز ببخشید فوش مشای سنگین گفت نه 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 حرف بد یاد من نده من نمیخوام بشنوم و فردا میخوام برم ایران مارک اولین سوالی که ایران ازت میکنن مردم تو خیابون اینه یه فوش بهم یاد بده ببینم چه فوشی بلدی بهشون بگی کثافت عوضی دیگه برو فوش آبدار باید یاد بگیری که بعدا خودم تو پی وی تو واتساپ برام میسنم اینا یاد بگیری خب دیگه اوکی اوکی میخوام فقط آخرش بگم آخر ویدیو خیلی خوشحالم که اومدم با مارک اتفاقی آشنا شدم و قراره که از بهترین دوستان باشه باعث افتخاره یه نفر داره فارسی یاد میگیره فارسی واقعا زبان خوبیه و مجارستانی و ایرانی ها چون من شنیدم ژنی از توی مجارستانی ها به ایرانی ها رفت داره چون دوستای تاریخ شناس هم اینو گفتن نمیدونم باید تحقیق کنم حالا مهم نیست ژن اصلا مهم نیست مهم این پرسنالیتیه این شخصیته که تو خودتو پیدا میکنی مهم این نیست که تو میری انگلیسی یاد میگیری از هندی یاد میگیری مارک خودشو توی فارسی پیدا کرده رفته فارسی یاد گرفته و رفته فیلم ها رو دیده جدایی نادر از سیمین لاک قرمز و همه اینا و حس پیدا کرده عمیق شده و من واقعا تحسین میکنم مارکو کتاب نوشته شما ببینید مارکی کتاب نوشته من واقعا تحسینش میکنم خیلی دوست دارم بخونمش نمیشه ولی ما خودمون به سادگی از کنار تاریخمون از کنار کتاب نوشتن کتاب نوشتن تو سر من بخونم کتاب خوندن ها میگذاریم شاهنامه فردوسی رو میگه من چند بار خوندمش و به تمدنمون ارزش بدیم به فرهنگمون و سعی کنیم این ملت ها رو به هم کانکت کنیم حتی فرد به فرد کاری به حکومت ها و دولت ها و اینا نداریم یعنی اگر مثل بازی دومینو اگه شما بتونید یه دونه تأثیر بذارید الان مارک واقعا به من تأثیر گذاشتیم نگاهش به فیلم به کتاب نوشتن مارک اربیل من واقعا تحسینت میکنم و افتخار میکنم تو مارک پیل نمیخواد من بیام بالا آیلین مارک پیل نمیخواد قد مارک پیل مارک تیک ای پیکچر توگیدر اوکی کجا بگیریم اینجا یه جایی بگیریم میخوام این زاویه بگیریم